تاریخ تمدن قسمت 183 فصل 16 از جلد دوم نزاع فلسفه و دین این قسمت فلسفه سغرات در پشت روش سغرات فلسفه بود پر از گریز و تفره و تجاهل مقدماتی و بینظم اما چنان واقعی که فیلسوف عملا برای آن از جان خود گذشت در نظر اول چنین به نظر می رسد که سقرات فلسفه ندارد سبب اصلی این امر آن است که وی نظریه نسبی بودن معرفت را از پروتاگوراس پذیرفته بود در هیچ مورد جزمن و قطعا حکمی نمیکرد و تنها چیزی که بران یقین داشت جهل خودش بود و گرچه به بدمینی محکوم شد دست کم خدایان را با زبان ستایش میکرد در مراسم مذهبی شهر شرکت جوست و هرگز کسی از او سخن کفرامیز نشنید سقرات میگفت که در همه تصمیمات منفی مهم خیش از حاطفی درونی و قلبی که یکی از آیات آسمانی است تبعیت می کند شاید این سخن نیز یکی از تجاهلات و تنزهای سقراطی باشد و اگر چنین بوده سقراط در حفظ و تثبیت آن توفیق کامل یافته است این یکی از موارد بسیاری است که وی به غیبگویی کاهنان و عالم رویا تشبس جسته و آن را الهام و پیام خدایی دانسته است او می گفت که نظم و ترتیب جهان و طرح و اندیشه آن واضح تر از آن است که بتوان عالم وجود را ساخته تصادف و معلول علتی غیر عاقل دانست سقراط درباره حیات ابدی سخن قاطع نمیگوید در رساله فیدون سخت بدان اعتقاد میورزد ولی در دفاعیه خیش چنین بیان میدارد اگر قرار بر آن باشد که من خود را فرزانه تر از دیگران بدانم تنها از آن روز که هرگز گمان نداشتم که از جهان آخرت باخبرم و میدانم که از آن هیچ خبر ندارم در رساله کراتیلوس نیز بر همین وجه درباره وجود خدایان اظهار بیخبری می کند و میگوید از خدایان ما هیچ نمیدانیم وی به پیروان خیش همواره اندرز میداد که در این گونه مسائل بحث نکنند و چون کنفسیوس از آنان میپرسید که آیا امور بشری را چنان که باید دریافته که اکنون به حل مشکلات آسمانی پرداخته اید سقرات بران بود که برترین کاری که در این جهان از ما ساخته است آن است که به جهل خیش اعتراف کنیم و تابع قیبگوی دلفی شویم در پاسخ کسانی که از وی میپرسند خدایان را چگونه عبادت کنیم میگوید بدان طریق که قانون کشورتان حکم میکند سقراط در مورد علوم طبیعی شکاکتر از این بود و میگفت که تحصیل این علوم باید تنها تا حدی باشد که ما در زندگانی بدان نیاز داریم و ما را در زندگانی رهبری کند بیش از آن مایه پریشانی فکر و گمراهی عقل خواهد بود هر رازی که گشوده گشت رازی جرفتر پدید می آورد سغرات هنگامی که جوان بود نزد آرکلاوس به تحصیل علوم طبیعی پرداخت و چون مردی کامل شد آن را به عنوان استورهی کم و بیش قابل تحسین ترک گفت از حقایق و اصول روی برتافت و به ارزش ها و قایت ها توجه نمود زنوفن گوید سقرات همیشه از امور بشری صحبت میکرد سوفستاییان نیز از علوم طبیعی به سوی امور انسانی روی میکردند و به تحقیق در احساس و ادراک معرفت پرداختند اما سقرات بیشتر در این مسائل فرو رفت و اخلاق و مقاصد انسان را مورد مطالعه قرار داد ای یوتی دموس آیا هرگز به معبد دلفی رفته ای؟ آری دوبار و آیا دیده ای که بر دیوار آن نوشته شده است خود را بشناس؟ آری دیدم و آیا در آن تعمل کرده و کوشیده ای که خود را بیازمایی و بر چگونگی اخلاق و خصایل خیش آگاه شوی از این روی فلسفه در نظر سقراط نه خداشناسی بود نه ماور و طبیعه و نه تحقیق در طبیعت او فقط علم اخلاق و سیاست را فلسفه میدانست و منطق را نیست مقدمه و وسیله آن میشمرد سقراط در اواخر عصر سوفسطائیان به وجود آمده بود و دریافته بود که این گروه وضعی بس خطیر در تاریخ فرهنگ جهان پدید آوردهاند، زیرا اساس ماورای طبیعی اخلاقیات را سست و متزلزل ساختند سقراط در عوض آنکه بیمناکانه به سوی عقاید باستانی موجود روی کند گامی به پیش گذارد و عمیق ترین مسئله ای را که در علم اخلاق مطرح می شود به میان نهاد آیا می توان علم اخلاق را بر اساس طبیعت مبتنی دانست و اگر به ماورا و طبیعه اعتقادی نباشد آیا اخلاق وجود تواند داشت آیا فلسفه که با آزادی فکری که آورده است تمدن بشری را به زوال تهدید می کند خواهد توانست با وضع قوانین اخلاقی مؤثر و غیر مذهبی بشریت را از نابودی نجات بخشد سقرات در رساله یوتیفرو میگوید خوبی نه از آن روی خوب است که خدایان آن را پسندیده اند بلکه چون خود خوب بوده خدایان را خوش آمده است این سخن فلسفه را به انقلاب برمی انگیزد. مفهوم خوبی برای او از خداشناسی سخت جداست و به حدی زمینی است که با سودمند بودن یکیست سغرات خوبی را امری کلی و مجرد نمی داند بلکه برای آن مقاصدی خاص و عملی در نظر دارد و معتقد است که خوب آن است که برای امر خاصی خوب باشد در نظر او خوبی و زیبایی دو صورتند از سودمند بودن و فایده انسانی داشتند حتی یک سبد سرگین اگر چنانکه باید با مقصود متناسب باشد زیبا خواهد بود از این روی به عقیده سقرات هیچ چیز چون دانش و معرفت سودمند نیست دانش عالی ترین فضیلت است و جه رزیلت محض گرچه در اینجا فضیلت به معنی برتری و علوه است نه پاکی و تقوا بدون دانش شایسته عمل درست میسر نیست و با دانش کامل مردم جز کار درست هیچ نتوانند کرد کسی به کاری که بداند خطاست دست نخواهد زد یعنی کار خطا با عقل سازگار نیست و زیانش به خطاکار میرسد عالی ترین خیر سعادت است و بهترین وسیله درک سعادت دانش و زکا سقراط میگوید اگر دانش و معرفت برترین فضیلت باشد ناچار آریستوکراسی یا حکومت اشراف بهترین نوع حکومت خواهد بود و دموکراسی هیچ معنایی نخواهد داشت زنوفن از قول سقرات میگوید برگزیدن حکام به حکم قرعه کاریس بس سخیف و نامعقول چه حتی تصور آن را هم نمیتوان کرد که سکاندار بنا نینواز یا پیشور دیگری را با قرعه معین کنند حالان که ناشایستگی این گونه کسان بسیار کمزیانتر است از بیکفایتی آنانی که حکومت و دستگاه اداره کشور را مختل می سازند سقرات ستیز جویی مردم آتن را مزمت می کند بر حسد پرهیاهویی که به یک دیگر می عیب می گیرد و خصومت اصحاب و منازعات کین توزانه آنها را قبیه می وی می گوید بیم آن دارم از این جهات بلیهی بر کشور وارد شود که از حدود توانایی و طاقتش افزون باشد سقرات نجات آتن را تنها در آن میدانست که دانش و کفایت بر آن حکومت کند و راه وصول به این مقصود قرعه کشی نمیتوانست بود زیرا صلاحیت و شایستگی سکانداران نوازندگان پزشکان و درودگران نیز بدین طریق معین نمیگردید همچنین زور و ثروت نیز نباید کسی را به مقام و منصبی برساند در نظر او سلطنت استبدادی و حکومت توانگران نیز چون دموکراسی مضموم است و تنها نظام پسندیده و معقول نظام آریستوکراسی است که در آن مقامات و مناسب دولتی تنها به کسانی میرسد که شایستگی فکری و عقلی دارند و در این کار تعلیم و ورزیدگی یافتند سقرات علا رقم انتقاداتی که بر دموکراسی آتن وارد می ساخت به منافع و مزایای آن معترف بود و آزادی و فرصتهایی را که در آن نصیبش شده بود قطع می شناخت وی به برخی از پیروان خود که میخواستند بازگشت به طبیعت را تبلیغ کنند می خندید و نسبت به آنتیستنس و سینیکس همان وضعی را به خود گرفت که ولتر در مقابل روسو داشت یعنی می گفت که تمدن با همه ایپایش ارزش بسیار دارد و نباید آن را ترک گفت و سادگی ابتدایی را برگزید. با وجود این اکثریت مردم آتن به سقرات بدگمان بودند دینداران وی را خطرناکترین سوفستاییان میشه زیرا از همه جشت و سورهای مذهبی برخوردار میشد اما دین کوهن را منکر بود میخواست که هر قانونی را به دقت با معیار عقل بسنجد سرچشمه اخلاقیات را وجدان افراد میدانست نه خیر و منفعت اجتماع یا اوامر تغییر ناپذیر آسمانی و پایان کاروی به شکاکیتی انجامید که عقل را پریشان می ساخت و با هیچ رسم و عادت و عقیده ای سازگاری نداشت کسانی چون آریستوفان که ستایشگر روزگاران گذشته بودند بدبینی مردم گستاخی جوانان نسبت به پیران فردیت نامنظمی که حیات آتن را به تباهی می کشید و انحطاط اخلاقی روشنفکران را حاصل رفتار و سخنان سقراط و پروتاگوراس و یوریپید می دانستند گرچه سقرات خود به حزب اولیگارشی نپیوست و از تایید آن امتناع ورزید اغلب دوستان و شاگردانش از رهبران آن حزب بودند هنگامی که یکی از آنان به نام کریتیاس اولیگارشی ها را در انقلابی وحشتناک و بیرحمان رهبری می کرد دموکرات هایی چون آنوتوس و ملتوس سقرات را محرک فکری این جنبش ارتجاعی معرفی کردند و بران شدند که وی را از آتن اخراج کنند. دموکرات در مقصود خیش پیروز شدند لکن نتوانستند تأثیر عظیم او را از میان ببرند روش جدلی سقراط که خود آن را از زنوفن اخذ کرده بود پس از وی به افلاتون و از افلاتون به ارسطو رسید و ارسطو منطق کامل خیش را که 19 قرن بدون تغییر بر جای بود از آن پدید آورد تأثیر افکار سقراط در علوم طبیعی و تجربی زیان بخش بود زیرا شاگردانش از تحقیقات طبیعی روی برتافتند و نظریه وی درباره طرح خارجی و عینی جهان شوق تحلیل علمی در کسی بر نمیانگیخت اصول اخلاقی سقراط که بر مبانی فردی و ذهنی قرار داشت شاید در انحلال اخلاقیات مردم آتن بی تاثیر نبود ولی مقام وجدان را بالاتر از قانون دانستن عقیده ای بود که از اینجا در مذهب مسیح راه یافت عقاید سقرات از طریق شاگردانش به دوره بعد انتقال یافت و مایه اصلی فلسفه های دو قرن آینده را فراهم آورد اما نیرومندترین عنصر تأثیرات وی چگونگی اخلاق و رفتار خودش بود وی در شمار شهدا و قدیسان تاریخ یونان درآمد و هر نسلی که میخواست نمونه کامل ساده زیستن و دلیران اندیشیدن را بیابد به گذشته باز میگشت و کمال مطلوب خیش را در سغرات میدید. زنوفین میگوید هر زمان که درباره خرد آدمی و شرافت خلق و سرشت وی میاندیشیدم میدیدم که از یاد بردن سقرات هرگز در حدود توانایی من نیست و چون او را به یاد میآورم از ستایش وی خودداری، نمی توانم کرد و اگر در میان جویندگان فضیلت کسی راهنمایی کاملتر از سقرات یافته باشد من آن کس را شایسته آن میدانم که سعادتمندترین مردمان خوانده شود فصل هفدهم ادبیات عصر طلایی قسمت اول پینداروس فلسفه یک عصر به تاب ادبیات عصر بعد خواهد بود یعنی عقاید و نتایجی که در یک نسل در میدان بحث و تحقیق و تفکر به دست آمده است زمینه و اساس نمایشنامه ها داستان ها و اشعار نسل بعد را پدید می آبرد. اما در یونان ادبیات ملازم و دنبال روی فلسفه نبود زیرا شاعران خود فیلسوف بودند برای خود افکاری داشتند و پیشاهنگان اندیشه اصر خیش به شمار می‌رفتند. همان کشمکش و نزاع میان محافظ کاران و افراتیان که دین و علم و فلسفه یونان را به هم ریخته بود در شعر و درام و حتی در تاریخ نویسی آن نیز ظاهر گشت چون در آثار ادبی یونان زیبایی صورت هنری بر عمق فکری افزوده شده بود ادبیات اصر طلایی به مقامی رسید که از آن پس تا روزگار شکسپیر و مونتنی آن را باز نیافت از لحاظ اشعار قنایی به صورت مستقل قرن ششم قنیتر از قرن پنجم بود زیرا در این عصر بار اندیشه ها سخت سنگین شده و پشتیبانی شاهان و اشراف از میان رفته بود. پینداروس حد فاصل و واسطه این انتقال است. وی صورت شعر قنایی را از پیشینیان به ارث برده است، اما آن را از شکوهی دراماتیک سرشار می سازد پس از وی شعر حدود و سنن باستانی خود را در هم می‌شکند و درام دیونوسوسی با دین و موسیقی و رقص به هم میآمیزد تا برای بیان شور و شکوه اصر طلایی وسیله کاملتری فراهم سازد پینداروس در یکی از خاندانهای تیپسی که سلسله آن به زمانهای ابتدایی میرسد به دنیا آمد خود مدعی بود که بسیاری از پهلوانان باستانی که در اشعار وی یاد شده اند جزو این سلسله بودند اموی او که نینوازی توانا بود قسمت عمده عشقی را که به موسیقی داشت و نیز بخشی از مهارت خود را برای او به ارث گذارد پدر و مادر پینداروس فرزند خود را به آتن فرستادند تا در موسیقی تعلیمات عالی تری کسب کند او در آنجا از لاوس و آگوتوکیلس رموز این هنر و طریقه ساختن آوازهای گروهی را فرا گرفت پینداروس پیش از 20 سالگی یعنی در 502 به تیپس بازگشت و نزد کورینا شاعره آن زمان به تحصیل پرداخت وی پنج بار در مسابقات سرودخانی شرکت جست و پنج بار از کورینا شکست خورد اما باید دانست که کورینا بسیار خوش سیما بود و داوران نیز همگی مرد بودند پینداروس وی را خوک ماده سیمونیدس را قراب و خود را عقاب میخواند با وجود این نزدیک بینی شهرت وی چنان بالا گرفت که همشهریانش درباره او داستانی ساختند و گفتند که روزی هنگامی که شاعر جوان در کشزاری خفته بود چند زنبور اثر و لبانش نشسته و شهرت خود را در آنجا باقی گذاردهاند دیری نگذشت که پینداروس مورد توجه امیران و بزرگان قرار گرفت و در ازای سالات گران قصایدی در مته سرود وی زمانی در خاندانهای بزرگ و شریف شهرهای رودس تندوس کرینت و آتن میهمان بود و یک چند نیز در دربار اسکندر اول مقدونی ترون جبار آکراگوس و هیرون جبار سیراکوز به شاعری پرداخت اشعار پینداروس معمولا پیش خرید می شود. این بدان ماند که امروز شهری از آهنگسازی دعوت کند که در جشن آن شهر به افتخار آن برای رقص و آواز گروهی آهنگ تازه‌ای بسازد و خود رهبری آن را به عهده گیرد هنگامی که پینداروس به شهر خیش بازگشت نزدیک به 44 سال داشت مردم تیپس به تجلیلش پرداختند و او را بزرگترین هدیه به اوسی به یونان خواندند. وی در کار خود رنج فراوان می برد. برای هر شعر آهنگی می و غالبا گروهی را برای خواندن آن تربیت می کرد. در مت و خدایان شعر می سرود برای جشن های دیونوسوسی دی ترامپ تهیه می کرد نوعی ترانه که در یونان باستان برای ستایش دیونوسوس ساخته و خوانده می شود. برای دوشیزگان ترانه برای بزرگان قصیده برای مجالس عیش و اشرت قزل برای مردگان مرسیه و برای کسانی که در مسابقات عمومی پیروز می شدند زفرنامه می ساخت. اما از این جمله فقط 45 قطعه باقی مانده است که هر یک به نام مسابقه ای خوانده می شود و قهرمانش در آن تجلیل می شود و باز از این قطعات آنچه بر جای مانده الفاظ آنهاست و از آهنگ خبری نداریم قضاوت ما در این باره به قضاوت مورخی ماند که در آینده فقط متن اپراهای واگنر را به دست آورد و از موسیقی آن بیخبر ماند چنین مورخی ناچار واگنر را شاعر به شمار خواهد آورد و درباره او بر اساس الفاظی که زمانی تابع و ملازم آهنگی خاص بوده اند قضاوت خواهد کرد یا اگر دانشمندی چینی که با قصص مسیحی هیچ آشنا نباشد یک شب ده سرود دینی باخ را جدا از آهنگ ها و آداب مربوط به آنها و در ترجمه ای معیوب و نارسا قرائت کند درباره وی حکم خواهد کرد نظیر حکمی که ما درباره پینداروس می کنیم امروزه هنگامی که اشعار پینداروس را در سکوت کتابخانه یکی پس از دیگری می خانیم می بینیم که وی ملالنگیسترین نقطه دورنمای ادبیات کلاسیک است و از این لحاظ هیچ کس را با او قیاس نمیتوان کرد در تشریح بنای این قصاید فقط باید مشابهت و مناسبت آنها را با موسیقی در نظر گرفت فیلم درست نیست چون سیمونیدس و باکولیدس در انتخاب قالب و شکل قصایدی که درباره قهرمانان پیروز می سرود مختار نبود چنان که امروز نیز آهنگسازان در تصنیف سوناتها و سمفونی ها باید تابع غالب های خاصی باشند شاعری که از این زفرنامه ها می سرود باید اول موضوع خود را شهر می داد. یعنی نام و سرگذشت پهلوان پیروز را ذکر می کرد یا درباره مردی که اسبان وی گردونه اش را به پیروزی رسانیده بود سخن می گفت رسم پینداروس برام بود که در اینجا فرزانگی و زیبایی و شهرت پرشکوه پهلوان خود را بستاید وی در حقیقت به اصل موضوع توجهی نداشت بلکه تنها دوندگان تیزپای روسپیان ممتاز و پادشاهان را مت می گفت اگر سلطان مستبدی در پرداخت نقدینه تأخیر نمی کرد پینداروس با خورسندی تمام پشتیبانی او را می پذیرفت و بی تردید در شمار قدیسان قرارش میداد. به شرط آنکه مخیله سرشار و نظم پیچیده و پرتنتنه او مورد را مناسب می آفت. وی هر چیز را از مسابقه قاتردوانی تا شکوه تمدن یونان با همه تنوع و وسعت آن در اشعار خود موضوع قرار میداد. به تیپس سخت وفادار بود و هنگامی که در جنگ ایران و یونان از بیطرفی شهر خود دفاع می کرد بیش از غیبگوی دلفی از عالم غیب ملهم نبود ولی بعدا از خطای خی شرمنده گشت و به ستایش پیشوای مدافعان یونان برخواست آتن نامدار و دولتمند با تاج بنفشه شایسته سرود ستایش پناه یونان شهری که خدایان پشتیبان آنند گویند که مردم آتن در ازای منظومه ای که ابیات فوق را شامل بود ده هزار دراخما معادل ده هزار دلار به پینداروس پاداش دادند بنابر روایات دیگری که چندان موثق نیست تیپس از او جریمه خواست زیرا وی در این شعر تلویحا آن شهر را سرزنش کرده بود آتن جریمه او را نیز پرداخت قسمت دوم منظومه های پینداروس گزیده افسانه های باستانی یونان بود وی در این کار چنان افراط و اسراف می کرد که خواننده را از شکیبایی به در می برد کورینا شکایت از آن داشت که پینداروس با انبان بز می افشاند نه با دست پینداروس خدایان را سخت بزرگ می داشت و آنان را چون بهترین خریداران شعر خود تکریم و تحسین می کرد وی محبوب کاهنان و قیبگویان معبد دلفی بود و در تمامی عمر از توجه آنان برخورداری های فراوان داشت حتی پس از مرگ نیز از روحش با سخاوتی اسکاتلندی وار دعوت شد که از اولین میوه هایی که به معبد آپولون تقدیم می شود سهمی برگیرد پینداروس آخرین مدافع دین موجود بود حتی آکیلس پرهیزکار نیز اگر با وی مقایسه شود مردی ملحد و خدا نشناس به نظر خواهد رسید پینداروس اگر تراژدی پرومته در بند را میخواند از دشنام هایی که در آن نصار خدایان شده است به وحشت میافتاد وی گاهی زئوس را خدای یگانه و بی همتا تصور میکند و به توحید نزدیک میشود و میگوید زئوس خدای کل فرمانروای همه چیز و بینای همه چیز به اسرار پنهان عقیده دارد و چون اورفئوس اورفئوس در اساطیر یونان شاعر و خواننده تراکیایی که نقمات چنگ وی حتی درفش ها و سنگ ها را افسون می کرد در پی همسر محبوبش یوریدیکه به حادث رفت امیدوار است که به بهشت جاویدان خواهد رسید وی مبدع و مقصد روح انسان را آسمانی و خدایی می داند. یکی از نخستین کسانی است که روز مکافات و بهشت و دوزخ را بر این وجه توصیف می کند پس از مرگ ارواح تاقی و مجرم به کیفر می رسند و کسی که احکام شدید و گریز ناپذیر را صادر می کند گناهانی را که آدمیان در قلمروی زئوس مرتکب شده اند مورد بررسی و داوری قرار می دهد نیکان در پرتوی دلپذیر خورشید مقام می گیرند و روزها و شبهاشان را یکسر جلال یکسان فرا میگیرند. و از این پس هرگز چون روزگار گذشته از برای نیازهای ناچیز و توهی با رنجی ناسپاس خاک را نمی آزارند و دریاهای پر آب را شیار نمی کنند بلکه در جوار خدایان بزرگ جای میگیرند و عمری بی اشک و درد به آسایش میگذرانند زیرا که شادی این مردم بر روی زمین در آن بوده است که به عهد خیش وفاکنند اما دور از اینان مردم دیگری نیز هستند که در طوفان سیاهی به سر میبرند که چشم آدمی از دیدن آن عاجز است سومین و آخرین قسمت قصاید پینداروس معمولا پندا بود در این اشعار نباید انتظار فلسفه عمیق داشته باشیم زیرا که وی آتنی نبود و شاید هرگز با سوفستایان فیلسوف روبرو نشده و آثار آنان را نخوانده بود وی همه قوای ذهنی خیش را وقف هنرش کرده و برای اندیشیدن و فلسفه اصیل ساختن نیروی باقی نگذارده بود پینداروس به همین اندازه راضی بود که امیران و پهلوانان پیروز را به فروتنی تشویق کند و برا نشان دارد که خدایان و هم نوعان خود را محترم شمارند و نفس خیش را گرامی دارند گاه نیز ستایش و سرزنش را به هم میامیخت و حتی بدان پای دلیر بود که هیرون را از حرس و طمع من میکرد اما در راه پول که شومترین و محبوبترین کالا هاست از مزاحگویی بیم و پرهیزی نداشت شورشیان سیسیل را دوست نمی داشت و با عبارتی نظیر گفته کنفسیوس آنان را از این کار برحضر می داشت. حتی برای ناتوانان نیز آسان است که بنیان شهری را به تزلزل آورند کار دشوار و عظیم دوباره برپا ساختن است وی دموکراسی معتدلی را که بعد از واقعه سالامیس در آتن پدید آمده بود دوست می داشت ولی صمیمانه معتقد بود که آریستوکراسی بی زبان ترین نوع حکومت است در نظر پینداروس شایستگی و کفایت بیش از آن که با تربیت ایجاد شود در خون و سرشت کسان عجین است و در خاندان هایی که قبلا آن را نشان دادن با ظاهر می شود خون و نژاد خوب تنها عاملی است که به انسان توانایی و آمادگی می بخشد تا به کارهای نادر و شگرفی که موجب شرف و شایستگی حیات انسانی است دست زند عمر آدمی چه کوتاه هست ما چه هستیم و چه نیستیم آدمی رویایی است از یک سایه ولی با این همه هرگاه که جلالی خدا داد از آسمانی فرود آید پرتوی پرشکوه بر وی میتابد و زندگانیش شیرین و دلپذیر میگردد پینداروس در دوران حیات خود مورد توجه عام نبود پس از مرگ نیز قرنها از خلود بیجانی برخوردار بود که خاص نویسندگانی است که مورد ستایش همگانند ولی کسی که آثارشان را نمیخواند در آن زمان که جهان به سرعت پیش میرفت وی میکوشید که آن را از حرکت باز دارد سپس چنان از آن باز ماند که گرچه از آکیلس جوانتر بود اکنون از آلکمان تیرتر به نظر می رسد اشعار وی چون نصر تاسیتوس فشرده و پیچیده و نامربوط و پرتصنع است از لحاظ لفظ به شیوه های متنتن و کهن که پینداروس در بکار بردن آن تعمد داشته است سروده شده و از لحاظ وزن بحور آن چنان استادانه و دقیق ساخته شده است که جز معدودی از شعرا کسی به تقلید آن نپرداخته است منظومه جشن اسکندر اثر درایدن شاعر انگلیسی قرن 17 از این تعمیم مستثناست تنوع این اوزان چندان است که از 45 منظومه او فقط دو تا به یک وزنند لفظ وی چنان معتقد است که با وجود سادگی فکر علمای صرف و نحو عمر خیش را بر سر آن نهاده اند تا ترکیبات و عبارات آن را که به جملات توتونی بیشباهت نیست بگشایند و سرانجام در زیر آن بر مفهومی پوچ و پراهنگ دست یابند اما اینکه هنوز بعضی از دانشمندان کنجکاو به قرائت این اشعار رغبت میورزند از آن روز که علا رغم همه این عیوب و با وجود قال پردازی های سرد استعارات نامطبوع اساطیر ملالنگیز و روایاتی که در این منظومه ها نقش شده روشن و پیوسته و سرراست است تعلیمات و نتایج اخلاقی آنها ساده و صمیمانه است و شکوهمندی بیان آن حتی ترین موضوعات را بالا میبرد و جلوه و جلالی زود گذر بدان میبخشد پینداروس هشتاد سال زندگی کرد در تیپس از استراب فکری آتن در امان بود وی در یکی از سرودهای خود چنین میگوید زادگان، دوستان و خیشان چنان در نظر آدمی عزیزند که یک باره هر کس را خورسند و بینیاز میسازند ولی در مردمان مجنون شوقی پیدا میشود که آنان را به سوی چیزهای دوردست میکشاند. روایت شده است که پینداروس ده روز قبل از مرگ در 422 کسی را به نزد قیبگوی معبد آمون فرستاد تا بپرسد چیست که برای آدمی از همه چیز بهتر است و کاهن قیبگوی مصری چون یونانیان پاسخ گفت مرگ آتنیان مجسمه اش را به هزینه عموم برپا داشتند و مردمان رودس نیز هفتمین قصیده المپیک او را که در ستایش آن جزیره بود با خط زر بر دیوار یکی از معابد نقش کردند در سال 335 هنگامی که اسکندر مقدونی فرمان داد که تیپس شورشگر را بسوزانند و با خاک یکسان کنند لشکریان خود را از ویران ساختن خانه‌ای که پینداروس در آن زاده و مرده بود من کرد فردا شب تئاتر دیونوسوسی